اگر میخواید کباب کوبیدتون رستورانی در بیاد خوش رنگ بشه و پف بکنه، حتما باید جوش شیرین هم بهش بزنید. سلام دوستان و گلم، امروز میخوام براتون یک کباب کوبیده خوشمزه درست بکنم، البته با روش خودم. با من همراه باشید و حالش ببرید. برای درست کردن کباب کوبیده، سردست گوساله رو با قلبگاه و گوسفندی با هم دیگه ترکیب میکنیم و چرخ میکنیم. اگر میخواید کباب کوبیدتون رستورانی در بیاد خوش رنگ بشه و پف بکنه، حتما باید جوش شیرین هم بهش بزنید. بعد نمک و بعد تفاله پیاز. پیازو از قبل باید چرخ بکنی یا رنده کنید، بذاری داخل یخچال که به راحتی آبشو پس بده. آب پیازو میتونی با این روش بگیری. حالا همه موادو با همدیگه قشنگ ورز میدیم. این ورز دادن در کوبیده خیلی مهمه که باعث میشه گوشت ما چسبندگی خوبی داشته باشه و همه مواد با همدیگه مخلوط بشه. من به کوبیدم هم فلفل اضافه نمی کنم چون طعمشو عوض میکنه، فقط نمک بهش میزنم که فوق العاده هم خوشمزه میشه و هم خوش رنگ و هم چسبندگیش هم عالی میشه. یک بار دیگه گوشت رو دوباره چرخ میکنیم، یه بار دیگه هم حسابی ورز میدیم بعد از اینکه چرخ کردیم. خب حالا بریم برای سیخ کردن کباب کوبیده. یکی از چیزایی که باعث میشه کوبیده های شما نریزه، سیختون خیلی داغ نباشه، سیختون خیس نباشه و موادتون خوب ورز بدی. حالا بریم برای پختن این کبابای جذاب و خوشمزه. خاک تو بود. اوستا چلو کبابی، این آدم حسابی، به به چه دوغ نابی، عجب چلو کبابی، کوبیده و برگ سازه، چقدر خوب. دو دقیقه دیگه همه چی آماده است. چی شد؟ چلو گذاشتی فوری. این هم از سماق که به کوبیده اضافه میکنیم تا طعمش رو دو برابر بکنم. من یه تست هم بکنم به نمانگی از شما، با دست میخوام تست بکنم. دست ما آشپزه مثل چشم شما دکتر هست. تمیزه تمیزه سلط خیال نکن که پر خورم بند توی تشت. اگر میخواید کوبیدتون این شکلی روی منقل، چه زغالی چه گازی هیچ فرقی نمیکنه. اگر دوست دارید نریزه، این کلیپ رو تا ته نگاه کنید. برای این کار فقط کافیه که شما سه تا نکته رو رعایت کنید که یکیشو توی کلیپ بهتون میگم، دو تاش هم توی کپشن میگم بهتون. ببینید، وقتی که شما کوبیدتون رو میذارید روی منقل، باید بعد از چند ثانیه برش گردونید و دو مرتبه دوباره دیگه این کارو بکنید، یعنی هر طرفش رو دوبار بپزید.